جوانترین وزیر معرفی شده محمد جواد آذری جهرومی با 36 سال سن اون که میخواد صندلی محمود واعظی رو در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بگیره معاون واعظی بوده و مدرک مهندسی برق از دانشگاه صنعت آب و برق گرفته وزیر پیشنهادی که فرهنگ این چهره است عباس صالحی او پیشتر معاون فرهنگی همین وزارت بوده و در دولت قبل وقتی علی جنتی استفا کرد مدتی سرپرست وزارت فرهنگ شد دکترای فلسفه داره و تحصیلات حوزوی سکاندار پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی مسعود کرباسیانه دکترای مدیریت بازرگانی در کارنامش معاونت چهار وزارت خونه اقتصادی به چشم میخوره و آخرین مسئولیتش ریاست گمرک بوده رئیس جمهور برای وزارت دادگستری رئیس دفتر بازرسیش رو پیشنهاد کرده علیرضا آوایی قاضی عالی رتبه که در کارنامه‌اش معاونت وزارت کشور، ریاست سازمان ثبت احوال و ریاست دادگستری استان تهران ثبت شده وزارت نیرو حبیبالله الله بیطرف او که در دولت‌های هفتم و هشتم وزیر نیرو بوده پس از دوازده سال دوباره برای به دست گرفتن سکان وزارتخونه اعلام آمادگی کرده در این سالها عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو بوده و از پارسال معاون وزیر نفت هم شد متصدی پیشنهادی وزارت دفاع امیر سرتیب امیر حاتمی در دولت قبل جانشین وزیر دفاع بود در کارنامهش معاونت اطلاعات ارتش به مدت هفت سال و حضور فعال و موثر در مبارزه با گروهک های زده انقلاب و منافقین به چشم میخوره سید محمد بطایی گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورشه پس از علی از خرفانی دو هفته سرپرست وزارت آموزش و پرورش بود و قائم مقامی همین وزارت خونه رو هم در کارنامه داره و هشتمین و فعلا آخرین تغییر در وزارت صنعت معدن و تجارت که محمد شریعت مدایی پیشنهاد شده کسی که در دولت‌های هفتم و هشتم وزیر بازرگانی بوده و در دولت قبل معاونت اجرایی رئیس جمهور رو به عهده داشت در بین وزرا جای وزیر علوم خالیه که رئیس جمهور حدود دو هفته برای معرفیش فرصت داره اما آقای روحانی نه وزیر دولت قبل رو دوباره برای همون وزارت خونه ها پیشنهاد کرده سید محمود علوی وزارت اطلاعات، محمد جواد ظریف وزارت امور خارجه، سید حسن قاضیزاده هاشمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علی ربیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمود حجتی وزارت جهاد کشاورزی، عباس آخوندی وزارت راه و شهرسازی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشور، بیژن نامدار زنگنه وزارت نفت و مسعود سلطانی فر، وزارت ورزش و جوانان. به این ترتیب در بین 17 وزیر پیشنهادی 8 وزیر دولت یازدهم هم خط خوردن. آقایان سید رزا صالحی امیری، علی طیب نیا، مصطفی پور محمدی، حمید چیچیان، حسین دهقان، فخردین دانش آشتیانی، محمود واعزی و محمد رزا نعمت زاده. میانگین سنی کابینه پیشنهادی نزدیک 58 ساله که نسبت به کابینه دولت یازدهم در ابتدای کار یک سال پیرتره امروز رئیس جمهور معاون اولش رو هم انتخاب کرد مثل دوره قبل اسحاق جهانگیری مجلس از هفته آینده بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رو شروع میکنه. البته احتمال داره تعداد وزرا بیشتر بشه. اگر مجلس لایحه دولت برای تفکیک سه وزارت خونه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان رو تصویب کنه، آقای روحانی باید اسامی دیگه ای رو هم به مجلس پیشنهاد بده.